چی گفتی؟ این یه چوب ازاره. بله. اینه پوسیده بود. اصلا توش تو پوساش کرم افتاده بود. بله بله. می‌خواستیم ما خرد کنیم برای هیزم. آی گودرزی که تشریف آوردن اینجا گفت آقا اینو خرد نکنید بدید به من. گفتیم خوشحال من مجسمه دادم. دادیم الانم مجسمه است که در خدمت شما. تبدیل شد به داستان یک ملت بزرگ هموطن. همین تنه درختی بوده که این تنه درختی بود که خوراک 12 سال بود که ریشه‌کن شده بود. و جسدش افتاده بود رو زمین و حشراتی با سرهای سیاه و سفید به جونش افتاده بودن. هموطن، درختی که تو حاشیه این جنگل تو لجنا افتاده بود، گاوا از کنارش رو بیرون کردن، موشایی رو میدیدم در اطرافش پرسه میزدن. یه آقای اونجا بود، بهش گفتم این تنه درخت رو میشه من از شما بخرم، میخوام ازش چیزی بسازم. گفت فقط ورش دار ببرش. گفت این 12 سال اینجا ریشه‌کن شده و افتاده و مزاحم راه همه است، هیچ کس هم نمیخوادش. گفتم خب این درختی رو که هیچ کس نمیخواد اینقدر مزاحم راه همه هست اسمش چیه؟ گفت این درختی رو که هیچ کس نمیخواد، هیچ کس دوستش نداره و مزاحم راه همه هست، درخت آزاده. هموطن، یک ساعت تمام بالای جسد این درخت آزاد وایستادم و در سکوت به این جسد نگاه کردم. دستم رو دراز کردم، دست درخت آزادی رو گرفتم، از تو لجنا بلندش کردم و بهش احترام گذاشتم و ازش عدالت رو ساختم. این نام این عنوان این مجسمه از عدالت اجرا می شود و این داستان یک ملت بزرگ و شریفه ایران. هموطن ایران. و اینجا من از شیر استفاده کردم که نمادی از شجاعت، دلاوری، عظمت و قدرت، سرافرازی و سربلندی، پیروزی و موفقیت یک ملت بزرگه. لطفا با من اگه بچرخید چون این مجسمه 360 درجه از سرباز وطن براتون توضیح میدم. هموطن عزیزم، با من در اینجا یک مجسمه ای از اسب تراشیدم که نمادی از نجابت ملت ایران، یک ملت شجاع، یک ملت نجیب. هموطن ایران عزیزمون، و اینجا خود ملت ایران رو ملاحظه میکنید با عضلات در هم تنیده و نیرومند و زره هخامنشی، که این سربازای هخامنشی رو من در قطر کمتر از نیم سانتی متر با کیفیت بسیار بالا درست کردم. و اینجا عضلات در هم تنیده و نیرومند ملت ایران که نمادی از قدرت تمدن و فرهنگ این ملت. و سمبول اون قدرت فرهنگی این منشور حقوق بشر کوروش بزرگه که میگه بردگی ممنوع، که میگه هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است و من اجازه نمیدهم زنان و مردان را به عنوان برده یا کنیز بفروشند. هموطن، 2500 سال دموکراسی و حقوق بشر، اولین کسی که در تاریخ بشریت اومد گفت بشر برای خودش حقی داره، به بشر حق داد، حق آزادی اندیشه، حق آزادی فکر، حق آزادی که تو میتونی هر خدایی رو که میخوای بپرستی، هر خدایی رو که صلاح میدونی بپرستی، و هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است. افتخار جهان بشریت و سرمایه تمدن یک ملت بزرگ ایران، ایران عزیزمون. در اینجا هموطنای گلم، من یک نقش برجسته ای از یک امپراتور بزرگ رو درست کردم. داریوش اول هخامنشی رو ملاحظه میکنید در تخت جمشید، و اینجا دعای داریوش اول رو در تخت جمشید با املای دقیق خط میخی سربازتون حکاکی کرده، ثبت کرده بر تنه سرسخت این درخت آزاد. این دعا یکی از معروفترین دعاهای تاریخ تمدنه. میگه خدایا سرزمین مرا از دروغ، دشمن و خشکسالی حفظ کن. هموطن خوب دقت کنید، من یاد گرفتم تو تاریخ که تاریخو که میخونم بی خودی از کلمات نگذرم بدون اعتراض. داره یک پرده از یک راز مهم برمیداره. میگه اگه میخواین موفق باشین، شکست نخورین، متلاشی نشین و همیشه پیروز و موفق باشین، فقط دروغ نگو. فقط دروغ نگو. اما الان چی؟ میگن تقیه کنید، دروغ مصلحت آمیز بگید، به زناتون دروغ بگید. میگه من مرجع تقلیدم، دروغ بگید به زناتون، تقلید کنید از من. اون چه ملتی میشه؟ کدوم زن و مردی هستن که به هم دروغ بگن و بتونن به هم اعتماد بکنن؟ متلاشی شدن یک خانواده در واقع متلاشی شدن یک جامعه، یک ملت بزرگ. هموطن، ولی بالاخره ملت ایران زنجیر دروغ و بردگی رو پاره کرده، نیزه نیرومند عدالت رو به دست گرفته و قلب اهریمن دروغ رو در اینجا نشونه گرفته. همونطور که ملاحظه میکنید استخون دنده های اهریمن رو در هم شکسته و نیزه وارد قلب اهریمن شده. دوتا مار رو شونه های اهریمن میبینید، ملاحظه میکنید که یه دونه سرش اینجاست رو این شونه، که سرش یه دونم رو اون شونش گذاشتم که سرش اینجاست، به معنای ضحاک ماردوش. بله این دندونشه، به معنای ضحاک ماردوش. و در اینجا هم وطنای گلم، من از سربند یا کلاه شیوخ عربستان سعودی استفاده کردم برای سربند اهریمن.
و همونطور که به دست من لطفا نگاه کنید، این دست سرباز شماست. دست من میره داخل تنه درخت و من از توی تنه درخت چی در میارم هموطن؟ یک موجود موذی و خطرناک. آه، گرفتمش. یک موجود بسیار خطرناک و موذی، یک موجود بسیار تبهکار و شرور. یه قدم عقب رفتی دخترم، الان میارمش بیرون. یک موجودی که بسیار موذی و خطرناکه، علی، یک موش کوچیک چوبی، که این موش کوچیک چوبی در واقع افکار، اندیشه و ایدئولوژی این نهی منه، فکرشه. این خطرناکه هموطن، ولی فکرش از خودش خطرناکتره. به این میگن دشمن پنهان، دشمن بی صدا، دشمنی که میاد و تار و پود و میجوه. هزاران ساله که این موش داره از درون تار و پود یک تمدن درخشان، یک ملت بزرگو میجوه و نابود میکنه. میدونید از چه جنسی درست شده؟ از جنس دروغ. همون چیزی که داریوش اول هخامنشی گفت خدایا سرزمین مرا از این حفظ کن، از دروغ حفظ کن. ولی بالاخره این به جون این تمدن بزرگ، این امپراتوری عشق و عدالت افتاد و شروع کرد به جویدن تار و پود اون تمدن درخشان و مثل ویروسی که میاد و بدن سالمی رو آلوده میکنه و اون بدن رو از پا در میاره. دشمن پنهان، دشمن بی صدا، مثل موریانه هایی که پایه های بنا رو میجوند و نابود میکنن. هموطن عزیزم، ملاحظه میکنید تا اینجا هم پوسیدگی رو رسونده این موشه، جویده، بیماری تا اینجا سرایت کرده، ولی هنوز به قلب یک ملت نرسیده. و بالاخره ملت ایران با پاره کردن این زنجیر دروغ و بردگی و نابودی این اهریمن، فکر این اهریمن یعنی اون موشه رو نابود میکنیم. ملت ایران بسیار واهوشه. و در پایان من اینجا یک دست گذاشتم که این دست ملت ایرانه و هر کسی با این دست دست بده، در واقع با ملت ایران هم پیمان و متحد میشیم تا اهریمنا رو از بین ببریم و این ملت و این نابغه هاش رو واقعا به جایی برسونیم که در خور و شایسته یک تمدن درخشانه. یک ملت شریف، یک ملت درست، دست ملتی که میگه راه در جهان یکی است هموطن و آن راه راست است. از این سرباز تو صدای ایران.